سرخط خبرها و مهمترین ها. چین 1,000,000 دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک میکند. احتمال استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در افغانستان. انتقاد رئیس جمهور غنی از پاکستان، حامیان طالبان و ایرانی ما را جشن میگیرند و همچنان در پایان. آخرین گزارش از جوزجان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفر خود به ازبکستان با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از طریق تلفن گفتگو کرده است. با گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که در این مکالمه تلفنی رئیس جمهور چین از همکاری کشورش در عرصه های امنیت، توسعه اقتصادی، پروسه صلح و سعادت به رئیس جمهور غنی اطمینان داد. با گفته ارگ، رئیس جمهور چین در مورد وضعیت جاری امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته که از خشونت دست بکشند و صلح را بپذیرند. رئیس جمهور چین با تاکید گفت که کشورش در راستای مبارزه با تروریسم و پروسه صلح افغانستان حمایت کامل می کند و ای گفت که کشورش بر علاوه کمک 1,000,000 دوز واکسین کرونا در بخش اقتصادی نیز با افغانستان در پروژه های مشترک کار خواهد کرد. آقای غنی از کشور چین به خاطر حمایتش از پروسه صلح و تعهد کشورش برای کمک در بخش های مختلف به افغانستان ابراز امتنان کرده و نقش چین را ارزشمند خوانده است. احتمال استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در افغانستان. دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد میگوید که شورای امنیت این سازمان می تواند در مورد استقرار نیروهای حافظ صلح در افغانستان تصمیم بگیرد. با گزارش اسپوتنیک، فرهان عق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه 25 سرطان گفت که تصمیم گیری در مورد احتمال استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در افغانستان از صلاحیت های شورای امنیت این سازمان است و این مطلب را در پاسخ به درخواست چهره های سرشناس امریکا، افغانستان و برخی از کشورهای دیگر برای بررسی چنین احتمال با توجه به خروج نیروهای خارجی از افغانستان اظهار نظر کرد. وای گفت تصمیم گیری در مورد استقرار صلح‌بانان این در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است. در نهایت این موضوع باید از آنها سوال شود. نامه‌ای که به امضای بیش از 100 چهره سرشناس از کشورهای مختلف به سازمان ملل رسیده است، در آن آمده است که در صورت رویکار آمدن طالبان در افغانستان حمایت از حقوق زنان ضرورت است. حق گفت البته ما همچنان نگران وضعیت زنان هستیم و دوست داریم از آنها محافظت شود تا در این زمینه قهقرای نداشته باشیم. پیش از این اسوسییتد پرس گزارش داده بود که این نامه در تاریخ 14 ماه اپریل به دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهور بایدن ارسال شده است. از آن روز شورای امنیت سازمان ملل موضوع افغانستان مورد بحث قرار داده است، اما موضوع استقرار نیروهای حافظ صلح را مورد بررسی قرار نداده است. انتقاد رئیس جمهور غنی از پاکستان، حامیان طالبان و ایرانی ما را جشن میگیرند. رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه 25 سرطان در نشست در ازبکستان از افزایش خشونت‌های طالبان و آنچه که او پیشبانی پاکستان از طالبان عنوان میکند انتقاد نموده و گفته است که سازمان‌های حامی طالبان و ایرانی افغانستان را به گونه علنی جشن میگیرند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از سلونیوس، رئیس جمهور غنی در نشست اتصال منطقه‌ای جنوب و مرکز آسیا گفته است که طالبان برخلاف گفته‌هایشان بر شهرها حمله کرده و روابطشان را با گروه‌های راسفغان قطع نکردند. رئیس جمهور غنی گفت برخلاف تضمین‌های مکرر از سوی نخست وزیر پاکستان و جنرالان این کشور مبنی بر این که پاکستان تسلط طالبان بر افغانستان را به سود اسلام آباد نمی‌داند و اطمینانشان از این که از نفوذشان بر طالبان برای کشانیدن آنان به میز مذاکره جدی کار می‌گیرند، شبکه‌ها و سازمان‌های حامی طالبان به گونه علنی و ایرانی دارایی‌ها و توانایی‌های مردم و حکومت افغانستان را جشن می‌گیرند. رئیس جمهور غنی می افزاید که در یک ماه گذشته 10,000 شورشی از پاکستان و بخش‌های دیگر به افغانستان آمدند و ای گفت که در میان ناظران معتبر بین المللی توافق دیدگاه وجود دارد که طالبان
هیچ اقدام برای قطع رابطه خود با سازمانهای عراس افغان انجام ندادند. آقای غنی با اشاره به عملات اخیر طالبان گفت برخلاف اعلامیه‌های دفتر سیاسی آنها مبنی بر حمله نکردن بر شهرها و مراکز ولایتی، آنان حملات خود را تسریع کرده و سعی بر بگرسنگی کشانیدن شهرها دارند. وای در ادامه گفت تا هر زمانی که طول بکشد ما آماده رویارویی با طالبان و طرفداران آنها هستیم تا آنها متوجه شوند که راه حل سیاسی تنها راه در پیشرو نیست. بنابراین ما از طالبان می خواهیم برای پایان دادن به جنگ یورش و ایرانگر اخیر با دولت افغانستان ارتباط بگیرند. اما نخست وزیر پاکستان در سخنرانیش در همین نشست در واکنش به سخنان رئیس جمهور غنی گفت که اسلام آباد روند صلح افغانستان و مذاکرات میان افغانان را با صداقت تسهیل کرده است و ملامت ساختن پاکستان به علت منازعه افغانستان عادلانه نیست. عمران خان میگوید که اسلام آباد از راه حل سیاسی برای مسئله جنگ افغانستان پیشتیبونی میکند. رئیس جمهور غنی میافزاید که طالبان برخلاف گفته هایشان بر شهرها حمله کرده و روابطشان را با گروه های عراس افغان قطع نکردند. به نقل از صفحه رسمی عقاب هندوکش، وضعیت امنیتی همشهریانمان کاملا بهبود یافته است و جای نگرانی نیست. 200 کماندو یوم دیشب به فرمان جناب مارشال دوستام و هدایت آقای وزیر ارتش وارد جوزجان شد و اکنون جبهه بیش به سوی پیروزی و آرامش خواهد بود. کنترل اسپین بولدک به دست نیروهای دولتی افتاد. قوای مسلح افغانستان توانستند کنترل منطقه اسپین بولدک را واپس بگیرند. به گزارش اسپوتنیک، طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان خبر داده است که نیروهای مسلح دولتی افغانستان توانستند کنترل اطراف اسپین بولدک را به دست آورند که در نواحی سرحدی با پاکستان قرار دارد. قبلا اخبار گردیده بود که چند قبل این منطقه سرحدی تحت تسلط نیروهای مسلح طالبان قرار گرفته بود. در جریان نبرد، صدیق کرزی معاون قماندان عملیات‌های خاص نظامی در قندهار در جریان درگیری مسلحانه با طالبان شهید شد. گفته شده است که در اثر زد و خورد 3 قماندان بلند رتبه طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. چند قبل طالبان اعلام نمودند که منطقه استراتژیکی سرحدی با پاکستان را اشغال نمودند. باید تذکر داد که اسپین بولدک از دیدگاه تجارتی منطقه استراتژیکی به شمار می رود، زیر در منطقه سرحدی با پاکستان موقعیت دارد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک نمایید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.